سلام خدمت همراهان عزیز هخامنش. در این محتوا ما قصد داریم به بررسی کنار رفتن امویان و سپس تشکیل حکومت مستقل توسط عبدالرحمن اموی در اسپانیا بپردازیم. همراهان عزیز، هخامنش قبلتر محتوایی با موضوع خیزش عباسیان تهیه کرده که میتونید با رجوع به قسمت پلیلیست های کانال اون محتواها رو هم تماشا کنید. دوستان عزیز هخامنش، اگه به تاریخ جنگ های صلیبی علاقه مندید میتونید به کانال تاریخی پارتیزان رجوع کنید. پارتیزان مجموعه زیبا و ماندگار در حدود 20 قسمت از سرگذشت جنگ های صلیبی تولید کرده که میتونید بعد از ورود به لینک داخل دیسکریپشن وارد سربرگ پلیلیست های کانال پارتیزان شده از اونجا پلیلیست جنگ های صلیبی رو تماشا کرده و لذت ببرید. ظهور و سقوط امپراتوری های بزرگ همیشه صحنه جذاب در کتب تاریخ جهان بوده است. از نابودی هخامنشیان تا شکست امپراتوری عظیم هان در چین، دوره های فروپاشی سلسله ها به عنوان زمان تغییر و ظهور امپراتوری های جدید قابل توجه است. یکی از پرفراز و نشیب ترین و جذاب ترین فروپاشی های سلسله ای در تمام تاریخ متعلق به حکومت های اسلامی می باشد. از آنجایی که بزرگترین قلمرو اسلامی در تاریخ جهان یعنی خلافت اموی در اواسط قرن هشتم شروع به فروپاشی کرد، یکی از اعضای جوان این سلسله خلافت خود را منزوی و در میان دشمنان بسیار یافت. این مرد برجسته عبدالرحمن بود، مردی از تبار قریش که به زودی فرار کرد و در سلسله ماجراجویی های جسورانه سرانجام در قلمرو رقیبانش در دورترین مرزهای جهان اسلام در اسپانیا ساکن شد و عصر طلایی را برای اندلس آغاز نمود. اما احیای دولت اموی در اسپانیا چگونه صورت گرفت؟ همه چیز از سال 741 بعد از میلاد زمان انتقال حکومت و آشفتگی در سراسر اوراسیا آغاز شد. در پادشاهی فرانک مارتل پس از یک دور بیماری طولانی که تقریباً 30 سال به طول انجامید درگذشت. لئون سوم ناجی قسطنطنیه نیز پس از حدود 25 سال سلطنت به عنوان امپراتور بیزانس درگذشت. همانطور که امپراتوران قدرتمند در سراسر اروپا فوت می کردند، یکی از قدرتمندترین حاکمان جهان در شمال سوریه مشغول دست و پنجه نرم کردن با دشمنان بود. آن مرد هشام فرزند عبدالملک دهمین خلیفه خلافت امویان بود. قلمرو او اگرچه عظیم و قدرتمند محسوب می شد، اما دچار مشکلات داخلی و خارجی گشته بود. از جمله شورش گسترده بربرها در آفریقا و شکست‌های نظامی در شرق و غرب. در این زمان عبدالرحمن کاملا بالغ نبود، اما قد بلند و جنگاور نشان می‌داد و دارای جسه‌ای درشت بود. عجیب است که گفته می‌شود این پسر به هر دلیلی حس بویایی کمی داشت یا اصلا نداشت. اعتقاد امویان بر این بود که عبدالرحمن توانایی‌های خاصی دارد و ناجی خاندان اموی در زمان زوال قدرت آنها خواهد بود. خلیفه دو سال بعد درگذشت و همراه با او آخرین امید سلسله امویان برای نجات از مشکلات از میان رفت. 7 سال بعد ارتش مروان دوم آخرین خلیفه اموی توسط سردار محبوب عباسی ابو مسلم در نبرد زاب به کلی در هم شکست. 14 و آخرین خلیفه اموی در جنگ شکست خورد. از شهری به شهری دیگر گریخت تا اینکه سرانجام در مصر دستگیر و کشته شد. دشمنی عباسیان با بنی امیه به قدری بود که پس از سقوط آنها کشتار بزرگی در خاندان امویان رخ داد. ده‌ها تن از اعضای برجسته بنی امیه در سراسر امپراتوری قتل عام شدند. حتی جسد خلیفه سابق هشام که در سال 743 میلادی درگذشته بود نبش قبر شد، شلاق زده شد و به طرز مفتزهانهی در آتش سوخت. عبدالرحمن و برادرش که اکنون از معدود افراد زنده مانده از خاندان حکمران بنی امیه محسوب می شدند، در اواخر نوجوانی خود مجبور گشتند در روستای نزدیک به رودخانه فرات در شمال شرقی سوریه پنهان شوند. اما یکی از غلامانها با آن دو خیانت کرد و سوارکاران حکومت عباسی را باخبر نمود.
عبدالرحمن که در کنار برادرش برای جان خود گریختند، ابتدا به باقی در کنار رودخانه ای رسیدند، اما پس از ردیابی توسط عباسیان مجدداً فرار نمودند. در حالی که سوار نظام عباسی در تعقیب آنها بودند، دو شاهزاده به داخل رودخانه پریدند و ناامیدانه شروع به شنا کردند. در اواسط رودخانه برادر عبدالرحمن که زیاد ماهر به شنا کردن نبود وحشت زده شد و هنگامی که سواران رو به او فریاد زدند برگرد آسیبی نخواهی دید، برادر شاهزاده بازگشت و خود را پیش روی آنها به زمین انداخت و سپس التماس به بخشش کرد. هنگامی که عبدالرحمن به ساحل دیگر رسید با درماندگی به سمت برادر نگاه کرد. شخص عبدالرحمن میگوید برادرم را که با وعده عفو به سراغشان آمده بود گرفتند و سرش را بریدند، در حالی که من داشتم نگاه میکردم. خواهر و برادر بزرگتر عبدالرحمن با شنیدن این خبر وحشت زده شدند و با عده‌ای از نفرات به عبدالرحمن پیوستند. آنها سپس به فلسطین فرار نمودند و در آنجا اقامت کوتاهی داشتند. پس از گذشت زمانی امویان به سمت مصر سفر کردند و مدتی به صورت ناشناس در آنجا اقامت کردند. به هر دلیلی شاهزاده فراری و گروهش راهی شهر باستانی بارکا در کنار سواحل مدیترانه شدند و مدتی نیز در آنجا سکنا گزیدند. اکنون دور از مقر اصلی خلافت جدید عباسی، عبدالرحمن و اطرافیانش معتقد بودند که میتوان در همان مصر به حیات ادامه داد، اما به زودی تهدیدی دیگر برای آنها در راه بود. فرماندار محلی مصر مردی بود که نام شاهزاده عبدالرحمن را از قبل در ذهن میگذراند و به زودی او را دستگیر نمود. اما این فرماندار یک مشاور یهودی داشت که قبل تر به امویان خدمت میکرد و در دل نسبت به آنها نرمش داشت. مرد یهودی به فرماندار مصر که قصد داشت دستور قتل عبدالرحمن را بدهد اعلام کرد که این عبدالرحمن شخص دیگری است و نباید او را کشت. فرماندار نیز آنقدر به مشاور خود اعتماد داشت که به راحتی به عبدالرحمن اجازه داد بدون هیچ آسیبی برود. شاهزاده اموی از فرصت استفاده کرد و به همراه دو همراهش با حداکثر سرعت به سمت غرب رفت. عبدالرحمن با عبور از کشور بربر برای مدتی در آنجا در میان مردم مادرش زندگی کرد. عبدالرحمن به همراه سالم و بعد که دو تن از غلامان وفادار او بودند از قبیله به قبیله دیگر رفتند. برخی از آن قبایل از او استقبال کردند و برخی دیگر با سوءظن با او رفتار نمودند. در همین حال بود که فرماندار مصر نظر خود را در مورد امان دادن به عبدالرحمن تغییر داد. در حالی که عبدالرحمن توسط رئیس یکی از قبایل پناه گرفته بود، سربازان فرماندار عباسی به روستا آمدند و شروع به جستجوی کل منطقه نمودند. از آنجایی که یافتن و کشته شدن عبدالرحمن اجتناب ناپذیر بود، گفته می شود که همسر رئیس قبیله عبدالرحمن را در لابلای لباسهایش پنهان کرد. عبدالرحمن تحت تعقیب مداوم مردان عباسی بود تا اینکه در اوایل سال 754 میلادی به سواحل مدیترانه گریخت و احتمالاً جایی در نزدیکی سوتا که خیشاوندانی هم در آنجا داشت ظاهر شد. شاهزاده سرانجام توانست آرامش را احساس کند که هم دور از دسترس فرماندار مصر بود و هم در میان خیشاوندان و اقوامش. در تمام طول سفر بدر و سالم غلامان عبدالرحمن به او وفادار ماندند و شاهزاده اموی حال در نزدیکی اسپانیا قرار داشت. از دهه 730 اسپانیای مسلمان درگیر جنگ داخلی بود که ناشی از تلفیقی پیچیده از دشمنی‌های قبیله عرب و بربر بود. در این مدت شاهزاده فرصت را به نفع خود غنیمت دید. او می‌دانست که نیروهای نظامی کهنه‌کار سوری از طرف دولت عباسی با روابط قوی برای مقابله با ناآرامی‌ها اعزام شده بودند و در گرانادا و اطرافان مستقر بودند. بنابراین در اواسط سال 754 میلادی عبدالرحمن همراه همیشگی خود بعد را به اسپانیا فرستاد.
بدر در طول یک سال در حالی که ارباب فراری اموی او به راحتی در سواحل آفریقا زندگی می کرد با اراده بی نظیری کار نمود و برای عبدالرحمن در اسپانیا از خادمان گذشته اموی بیعت ستاند. لشکرهای سوریه حاضر در اسپانیا مانند بسیاری از طوایف عرب یمانی و سایر گروه ها در میان طرفداران عبدالرحمن حضور داشتند. دلیل اصلی این موفقیت سری برای بدر اما ناراضی بودن اهالی از یوسف دست نشانده عباسیان در اسپانیا بود. با مناسب بودن عرصه بدر یک کشتی را به سمت ارباب خود عبدالرحمن فرستاد و در سال 755 میلادی شاهزاده فراری در ساحل اندلس از کشتی خارج شد. در بدو ورود عبدالرحمن هواداران بنی امیه به دیدار او شتافتند و ظاهراً با او شراب و کنیز تقدیم نمودند. در حالی که عبدالرحمن قبایل و واحدهای نظامی اندلس را به سمت خود جذب می کرد، یوسف و فرمانده حیله‌گرش سمیل در حال بحث و گفتگو در مورد چگونگی از میان برداشتن او بودند. سمیل می خواست بلافاصله قبل از شروع زمستان به سوی عبدالرحمن لشکر کشی کند. اما در نهایت فرماندار متزلزل تصمیم گرفت که شاهزاده اموی را با ازدواج با دخترش به دام بیندازد که این مهم به سرعت از سمت عبدالرحمن رد شد. زمستان فرا رسید و فرصت یوسف برای پیروزی بر شاهزاده اموی به سرعت از بین رفت. در طول زمستان سال 755 میلادی عبدالرحمن آخرین فعالیت‌های قدرتگیری خود را ادامه داد و هر نیروی را که می‌توانست جذب کرد و ارتش خود را در گرانادا برای درگیری سرنوشت ساز متمرکز ساخت. او در این بین از شهری به شهر دیگر می رفت و مورد استقبال طرفداران امویان قرار می گرفت و در حین انجام این کار جنگجویان بیشتری به او می پیوستند. زمانی که عبدالرحمن پس از چندی به سویا رسید، ارتش او حدود 30,000 نیرو داشت. بعد از دریافت بیعت شهروندان و کل منطقه جنوب غربی اسپانیا معروف به مغرب، جوان اموی شورای از ژنرال‌ها، مشاوران و رؤسای برجسته را فراخواند. قاصدها به تازگی خبر آورده بودند که یوسف و نیروهایش در حال لشکرکشی هستند. شورا موافقت کرد که زمان ملاقات با یوسف در نبردی سرنوشت ساز و در هم شکستن او فرا رسیده است. بنابراین نیروهای عبدالرحمن با عزمی راسخ شروع به حرکت به سمت عباسیان نمودند. طولی نکشید که دو ارتش تقریبا در نیمه راه بین سویا و کوردوبا با یکدیگر روبرو شدند. نیروهای یوسف سازماندهی بهتر و تدارکات بیشتری داشتند، در حالی که عبدالرحمن رهبری یک ارتش گرسنه با ذخایر کم را بر عهده داشت. فشار و گرسنگی بر سپاه عبدالرحمن باعث شد تا او مجبور شود با ارسال نامه و التماس به سوی یوسف او را فریب دهد. عبدالرحمن در نامه نسبت به یوسف با نیرنگ رفتار نمود و به او گفت که همه این اتفاقات یک سوء تفاهم بوده است به دلایلی غیر قابل تصور و ساده لوحانه که شاید دست کم گرفتن مرد جوان بود. یوسف و سمیل هر دو از چشم انداز صلح بسیار خوشحال شدند و به نیروی عبدالرحمن اجازه دادند بدون مخالفت از مکانی که در آن در تنگنا گرفتار شده بود عبور کند. تا چند روز بعد تمام لشکر عبدالرحمن در مقابل یوسف قرار گرفتند، اما نه به مانند یک نیروی تسلیم شده بلکه به مانند ارتشی آماده به جنگ. به زودی در نبردی که به نبرد کوتاه و خونین موسر معروف شد، نیروهای غافلگیر شده یوسف توسط ارتش مهاجم عبدالرحمن متلاشی و پراکنده شدند. اندکی بعد شاهزاده سابق وارد کوردوبا شد. آنچه پس از آن اتفاق افتاد پایه‌گذاری یک امارت بسیار مرفه و بعدها خلافت اموی در اسپانیا بود. امویانی که موفق شدند توسط شاهزاده خود مجدداً در نقطه‌ای از جهان قدرت بگیرند و در آنجا به حکمرانی بپردازند. در حقیقت مشغله های دولت پهناور عباسی هیچ وقت نگذاشت تا آنها بتوانند عبدالرحمن و قلمروش را سرنگون سازند. این محتوا همینجا به پایان میرسه. لطفاً در کامنت ها بگید که دوست دارید هخامنش درباره چه موضوعات دیگه این محتوا بسازه.
ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. اگه هنوز هخامنش رو سابسکرایب نکردید، لطفاً برای حمایت از ما این کار رو انجام بدید. و اگه از محتوا خوشتون اومده، میتونید با لایک کردنم از ما حمایت کنید. همچنین شما میتونید با نظرات خودتون ما رو در ساخت محتواهای بهتر یاری کنید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.